انتخابات یکی از مهمترین ارکان دموکراسی است مفاهیم جدی که از درون انتخابات برمیتابد چیست و آیا در افغانستان مفاهیم نظیر مشارکت سیاسی توزیع قدرت مشروعیت حکومت آزادی انتخاب رقابت سیاسی احزاب سیاسی مناسب و اعتماد سیاسی را ما پس از برگزاری انتخابات ها تجربه کردیم یا نه اگر نکردیم به چه دلایلی برگزاری انتخابات و مفاهیمی که به آن اشاره کردم چقدر میزان توسعه یافتگی کشورمان را نشان میدهد تحقق این فرایند به معنی پویایی و توسعه سیاسی یک نظام حکومتی و در نتیجه مشروعیت مردمی آن نظام است که با توجه به تجربه نچندان خوب مردم افغانستان از انتخابات در بیشتر از یک دهه این مفاهیم زیر پرسش است اما در افغانستان با توجه به مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات اصل این پروسه مشکل داشته است که در علم سیاست ضعف پروسه انتخابات را به ناتوان بودن و بیباوری حکومت به ارزش های دموکراتیک و اصل انتخابات رب میدن آیا افغانستان یک نظام دموکراتیک دارد اگر بله پس چرا مفاهیم اصلی نظام دموکراتیک قابل احترام برای حکومت نیست و چقدر عوامل بیرونی تاثیرگذار بوده برای نگرفتن یک تجربه خوب از حق انتخاب یا در کل انتخابات در افغانستان ما با داشتن چگونه یک تجربه و گذشته به طرف برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری می رویم در این برنامه رأی شما روی همین موارد به گونه گسترده بحث خواهیم کرد مهمانان من در این برنامه آقای علی امیری و استاد دانشگاه و همچنان آقای دکتر محمد نظیف شهرانی پروفسور مردم شناسی در دانشگاه اندیانا امریکا آمریکا اینجا با من هستن مهمانان شما را بسیار خوش آمدید میگم آقای امیری در اول از شما میخوایم بپرسم در حوزه سیاست در افغانستان انتخابات مفهوم واقعی خودش را پیدا کرده یا نه متاسفانه نه به خاطر از که انتخابات حرف آخر در مدیریت پروسه سیاسی است ما جامعه داریم گروه های اجتماعی داریم گروه های زینف داریم گروه های زینف رقابت میکند اون چیزی که سرنوشت انتخابات ها را تعیین میکند انتخابات و صندوق است صندوق رای است در افغانستان اتفاقی افتاده ای است که اعتبار صندوق زیر سوال رفته اعتبار انتخابات زیر سوال رفته در نتیجه رقابت های گروه های سیاسی وجود داره ولی میکانیزمی که این رقابت ها را برنده و بازنده در مشخص کنه وجود نداره به خاطر که انتخابات به عنوان یک میکانیزم اگر قرار بود حرف آخر رو بزنه و قرار بود همه به او احترام قائل باشیم در طی روند های متعددی که شما هم با او اشاره کردید در مقدمه ایتان این آسیب دیده مخدوش شده فعلا بزرگترین اتفاقی که در کشور ما افتاده ای است که اعتبار صندوق رای فوق‌العاده مخدوش شده مدیریت پروسه انتخابات از لحاظ تکنیکی فنی و تاسو فوقلاده زری سوال رافته در نتیجه ځواب خو سوال شما فوقلاده من تاسفانه منفي است امین منفی بودن عوامل خاصش چی بوده که باید شده در افغانستان ما نتیجه نگیریم از از ارزش انتخابات به عنوان یک خب عوامل پیچیده داره اگر بخوایم به عوامل بعید و طولانی مدت و فرهنگ سیاسی و تاریخچه و اینها را درگذریم عوامل قریب و نزدیک حکومت افغانستان است ما با یک حکومت مواجه هستیم که او اراده سیاسی برای شفافیت و برای تطبیق یک رقابت سالم را ندارد و نحوی خود را بازنده احساس میکند یا میراث داری یک فرهنگ سنتی دیگه هستند که در درو فرهنگ بر رقابت احترام قائل نمی شود انتخابات اونجا حق سرنوشت معنای خود را ندارد ما یک نظام سلطانی داشتیم شکلش تغییر کرده ولی ماهیتش همچنان تغییر نکرده شاید اینا باشه بر ترتیب چیزی که مسلمه اینه که ما یک دستگاه سیاسی داریم که این دستگاه سیاسی اراده مدیریت شفاف و سالم انتخابات را نداره و مسئولی درجه یکی به اعتبار شدن صندوق های رای در افغانستان است آقای okay, شهرانی رقابت سیاسی و توزیع عادلانه قدرت دو تا از مفاهیم اساسی در یک نظام دموکراتیک پس از انتخابات است ما تجربه کردیم یک رقابت سیاسی درست و توزیع عادلانه قدرت پس از انتخابات ها در افغانستان متاسفانه نه بازم سلام به شما و سلام به آقای امیری و به بیننده شما این قسمی که استاد امیری فرمودن انتخابات یک مکانیزم است برای دموکراسی نه دموکراسی متاسفانه در قدم اول مردم معمولا انتخابات دموکراسی تعریف کردند دموکراسی نیست چگونگی انتخابات البته یکی از مشکلات بسیار مهم است که در افغانستان ما تا تجربه کردیم و علت از او هم قسمه که استاد فرمودن رفت میگیره به طرز دولت در افغانستان ما امی دولت متمرکز قوی را که داریم اینا امی انتخابات متمرکز ساختن یک انتخاباتی که کاملا از کابل اداره شوه و اداره درست نتانه شوه چی توقع میتونین داشته باشین که این مکانیزم یک مکانیزم خوبی بوده باشه برای اشتراک مردم در عمل سیاسیشان تاسف ما در بسیاری جوامی دیگه که دموکراتیک هستن اما قسمی که اداره محل توسط خود مردم محل برشان سپرده شده انتخاباتشان هم خودشان چی میکنن درست میکنن و انتخابات میشه منتها البته یک چیز است یک تفتیش بگوییم از مرکز وجود داره اما تمام عمل راجستر کردن در محلات صورت میگیره توسط خود مردم محل دوایری که در اونجا وجود داره و حتی ضرورت به داشتن یک اداره خاص برای انتخابات در جوامی دیگه وجود نداره این گونه بپرسید یک از مشکلاتی که ما در انتخابات های گذشته تجربه <applause> کردیم کاسته خواهد شد در این صورت اگر ما میگیم که حکومت غیر متمرکز شوه به معنی که بازم به با اصل اداره محل توسط خود مردم محل سپرده شوه یعنی دهات از خود یک چی داشته باشند تشکیلی بسیار کوچکی داشته باشند مثلا مکاتبی که در دیهات وجود داره میتونن عملی چی بوده باشن انتخابات شده بوده باشن اگر ولس واله ها موضوعات انتخاباتی خود خودشان به دست خود بگیرن و این انتخابات بسیار به سادگی میتونه انجام داده شود نه به ای قدر مخارج گذافی صدها میلیون دلار که هیچ معلوم هم نیست اینا کجا, کجا مصرف میشه چرا ما از وجود اداره هایی که در محلات متاسفانه این هم محلی نیستن ادارات شعبات اداره مرکزی در محله است. اگر ما واقعا حکومت های محلی می داشتیم که مردم ده و قریه اداره خودشان از خودشان میکنن ولسوالی ها اداره خودشان میکردن این بسیار کار ساده بود که از تشکیلاتی اداری که در اونجا وجود داره استفاده سالم در انتخابات هم میشد و میتونه شود در بسیار خصوصا با این ماشینالاتی که اینا از مرکز میبرن توضیح و جمع کو باز جمع کو صندوق ها بیار او کو اینا کلگیش کارهایی است که برای تقلب ساخته شده نه شفافیت ما میتونیم اداره سالم تری برای انتخابات در این کشور داشته باشیم و با مخارج بسیار زیاد کم اما فکر می کنم که انتخابات هم جزی امی مسائلش در این کشور که از او استفاده جویی شود ممم. پولی که خارجی ها میتن و از او پول باز در جیب یک تعداد مردم بفته و بالاخره ما یک انتخابات شفاف هم نداشته باشیم آقای امیدی امین گونه که استاد شهرانی بهش اشاره کردن غیر متمرکز شدن قدرت کمک میکنه که ما بتانیم یک انتخابات خوبم برگزار کنیم حداقل وقت تصمیم در مورد قدرت های محلی گرفته شد صد درصد، ببینید ما همه چیز رو متمرکز کردیم در جایی که او ظرفیت و توانایی اعمال اون قدرت جمع شده را ندارد این مشکل است وقتی که ما انتخابات را متمرکز می‌کنیم، به جای که انتخابات مکانیزمی باشد که رقابت را تعیین کند و حرف نهایی را در مورد گروه های زینف اجتماعی و سیاسی در جامعه بزند این خودش به یک فرایند تولید فساد تبدیل می شود حمایت های هند گفت فندی خارجی همه اینها جمع می شود و یک استفاده اگر این متمرکز شود همه مشارکت کند. ما در جامعه ظرفیت داریم ولی صلاحیت نداریم همطور که استاد اشاره کردن ادارای محلی ما شعبه از اداره مرکزی هیچ صلاحیتی وجود نداره 360 و دوسوال را رئیس جمهور نصب در طول 360 روز یک تا دیدن دیده نمیتونه در نتیجه مردم محل با اونها هیچ کار نمیتونه فسادی که امروز ادارات محلی در ولایات سر مردم میاره در هیچ جای دیگه نه در قرون استاد چنین چیز سابقه نداره ولی دستشان به جای نمیرسه به خاطر که مامور محل را مردم نصب نکرده قدرت در یک جای متمرکز شده و او جای صلاحیت اعمال قدرت و مدیریت قدرت را نداره عین ماجرا در مورد انتخابات است انتخابات را ما به دست پنج 6 تا کمیشنر در مرکز دادیم که فوق سیاسی هست فوق العاده است و اراده سیاسی لازم را برای این کارم نداره در نتیجه تایید میکنیم که اگر غیر متمرکز سازی شوه صلاحیت ها پخش شوه به مردم مردم با آزمون و خطا و با تجربه میدونه که رای خوده نمیخوایم بگیم اول هم اتفاق افتاد حالا ما 250 سال است که استبداد را تجربه میکنیم اجازه بدید که چند سال دموکراسی تجربه کنیم آقای امیری پس از گذشتانن حداقل دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری و تجربه نه چندان خوبی که ما گرفتیم از انتخابات ها ما یک حکومت مشروع داریم به دلیل این که وقتی اصل انتخابات درست رعایت نشه پس مشروعیت حکومت زیر پرسش میره مشروعیت دو وجه داره یک وجه قانونی داره با کمال تاسف نداریم یعنی اگر ما باشیم قانون اساسی افغانستان و های حقوقی تعریف شده مشروعیت حکومت ما در انتخابات 2009 هم زیر سوال رفت مطابق نص سره قانون اساسی رئیس جمهور باید 50 به علاوه یک باشد رئیس جمهور کرده با 47 درصد رئیس جمهور شد خلاف قانون بود در دوران دولت جدید کمیسیون انتخابات از بس که فساد و تقلب در انتخابات صورت گرفت نتیجه انتخابات را اعلان نکرد و دولتی که ما داشتیم بر اساس توافق سیاسی بود دولت وحدت ملی مشروعیتش از توافق و اجماع سیاسی می آید ولی از قانون اساسی افغانستان نمی آید این مشروعیت داره ولی مشروعیت حقوقی بر اساس قانون سیاسی اساسی افغانستان نداره مشروعیتش حاصل اجماع نخبگان سیاسی است و اگر روز می اجماع به هم بخوره مشروعیتی این مشروعیت خودم از دست می این ای 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 مشکل رو ما داریم بله آقای شهرانی وقتی بحث از انتخابات بر مطرح میشه بدون شک جدا از حکومت اما که آقای امیلی اشاره کردن حرف به نام نخبگان سیاسی یا قدرتمندان سیاسی در یک کشور مطرح میشه که اینا باید ارزش های دموکراتیک حد ارزش های مثل انتخابات را در <تصفح> کشورشون تلاش کنن نهادینه بسازن ما چقدر نخبگان سیاسی مناسب برای کشور ما داریم و چقدر احزاب سیاسی درست حسابی که اینا مفاهیم اساسی و ابتدایی داشتن یک حزب را بفهمند که باید برن به مراحل دیگر ای کاش جامعه ما نخبگان سیاسی می داشتن ما فقط دلالای سیاسی داریم نه نخبگان سیاسی با تاسف من ایر ارز می کنم خدمتتان ما حزبی که به اساس یک مفکوره یک پروژه یک پروگرام یک پرنسیپ یک ست ارزش ها ساخته شده باشه در این کشور نداریم همه چیز فرد محور است هر حزبی را که شما در افغانستان یادآور میشوین حزب یک شخص است یک فرد است نه حزبی که با یک مفکوره استوار است و نه یک حزبی که با یک پروژه فکری نظام و نظام سازی بوده باشه هم تو یک چیزی رو ما تا هنوز در افغانستان تجربه نکردیم از اول از من میگم تا این کشور ما با کمک جوانای بسیار عزیز ما که خود تا یک حد هم رساندن از لحاظ فکری از لحاظ تعلیم تربیه از لحاظ مهارت ها تا اینها ای کشور از فرد میواری به فکر میواری تبدیل نکنن و از وجودی دلالای سیاسی در افغانستان به وجود سیاست که با فکر و با پروژه و با یک ارزش در میدان حاضر نشوند ما فکر نمی کنم شما بتانین در یک کشور یک تحول بنیادی مثبت سیاسی را تجربه بکنید این متاسفانه یک بدبختی کلان ماست چی شد انتخابات ایوازی که یک مکانیزم بر اشتراک بوده باشه یک ابزار شده در دست یک تعداد کسای باز هم این دلالای سیاسی که در هر در هر موضوعی که شما ببینین امی 20 نفر 40 نفری که در افغانستان هستن نامای امینا ظاهر میشه یک از خودشان بپرسن با ایمان از خودشان بپرسند در 17-18 سال گذشته در این کشور امی بزرگوارا خدمتی کردن ما از خدمتشان چی نمی کنیم اما مشکلات هم حل کردن نتونستن آیا این مقطع در این مقطع تاریخ ما لازم نیست که اینا بگذارن یا تشویق بکنن طبقه جوانه که کرسی های سیاسی را به دست بگیرن و ما نخبه سیاسی داشته باشیم تا دلال های سیاسی آقای امیدی احزاب سیاسی در افغانستان باورشان به انتخابات چی است؟ احزاب سیاسی بخش از فرهنگ سیاسی و جامعه سیاسی افغانستان هم حامل فرهنگ سیاسی افغانستان و هم خودشان بخش از جامعه سیاسی افغانستان در نتیجه اولویت برای احزاب سیاسی منافع خودشانه. منتا مشکل در کجا است احزاب سیاسی همیشه یک انترست گروپ یا گروه زینف تعریف شده در همه جا ما باید یک چارچوب قانونی قوی و محکم را بسازیم که احزاب در اون چارچوب رقابت کنه. مشکل در افغانستان فرهنگ سیاسی هست ولی بیشتر از اون نبود یک چارچوب قانونی است احزاب در افغانستان حق ندارد ما چرا احزاب را صحبت که تا کنون حق یک دانا رای نداشته از 249 یا 50 نماینده پارلمان یکشان بر رای حزبی نرفته برای شخص خود رفته نامش در حزب بوده فعال حزبی اگر بوده ولی رای رو از آدرس حزب نگرفت از اعتبار شخصی خود گرفته در چنین فضای ما نمیتونیم که سر احزاب اشکال بگیریم یا چی کنیم ما باید یک اصلاحات بنیادی به وجود بیاریم این گونه فکر نمیکنیم که احزاب خودشان باعث, باعث شدن که جایگاهشون به درستی تثبیت نشه به دلیل عدم درایت سیاسی و فهم سیاسی کلی در سطح رهبری احزاب در... سیاسی در یک حدی حد این حرف مطلق نیست خب درایت سیاسی امر نسبیه ما نباید احزاب را به درایت سیاسی قیاس کنیم ما باید به وفاداری به قانون به درایت چارچوب ها و به فعالیتی که برای جذب اعتماد و می انجام میده احزاب سرمایه یک جامعه هست احزاب باید فردا کشور را رهبری کنه مدیریت کنه در بحران ها حتی در جنگ این احزاب است که یک کشور را مدیریت و رهبری میکنه حزب دموکرات و حزب جمهوری ها دو تا باشگاه سیاسی در جنگ ها کشور را ایالات متحده را رهبری کرده ما میخوایم بگویم بگوییم که احزاب فعلا اون چارچوب را نداره که ما قضاوت کنیم احزاب حتی یه حق یک نداره چطور ما میتونیم بگیم درایت سی داره یا نداره احزاب در چمن دموکراسی بازی نمیکنند اینا در یک جای دیگه هستند دولت میگه شما برید در یک دشت تمرین کنید وقتی قوی شدی بیاد ما به حق میدیم این غلطترین راه ممکن است شما تاریخ احزاب سیاسی رو در جهان که ببینید اصلاح قوانین مقدم بر رشد احزاب است ما باید چارچوب قانونی مناسب رو فراهم کنیم چند در پیش احزاب افغانستان خیلی تلاش کردند که حق رای به دست بیارد سیستم ام دی را تطبیق کند دولت در برابر اینا مقاومت کردن این مقاومت ملت افغانستان ضربه میزنه سالهای سال به عقب نه احزاب شاید خطا بکنه اشتباه بکنه وقتی که نو وارد چمن بازی شد ناگذری میشه که قواعد بازی رعایت کنه رعایت نکرد خودش حذف میشه افکار عمومی اونها رو حذف ولی الان که شما میگید احزاب ضعیف احزاب درایت سیاسی نداره اینا وقتی که سهمی نداره حق رای نداره این ضعف و اینا این معنی نداره این قضاوت ها قضاوت های هوایی است داره. پس باط... شما در مورد یک بازیگری ببشید قضاوت میکنید که در این در بازی قضاوت نمیکنه در یک جای دیگه تمرین میکنه نهایتش شاید تمرین هم نکنه شما چطور میگید بازیگری خوب است یا نیست اجازه بدین که بیاید در میدان با رقیب او زمان تکنیک ها و های خود از خود نشون پس در این صورت اتیاقل حکومت افغانستان یا حکومت های گذاشته خودشان به اصل به نام انتخابات باور نداشتند انتخابات فعلی تا حد زیادر به مناسک تبدیل شده ببینید انتخابات یک مکانیزم است که مشکلات را حل کنه و حرف نهایی گروه های زی برایش یک حجت باشه ولی در افغانستان انتخابات یک تشریفات یک مناسک مثل نماز مثل یک مراسم عید اینا تبدیل شده که ما رو باید بگذرانیم مثل یک جنازه روی دوش ملت افغانستان روی دوش نخبگان سیاسی روی دوش همه خاطر برای ما هزینه برای ما بدنامی داره برای ما هزار تا مشکلات داره شقاق و نفاق اجتماعی داره ولی سود سیاسی نداره انتخابات هم چیزی میشه اصل اعتماد سیاسی بیرونی ها را نسبت به حکومت افغانستان چقدر برگزار نکردن خوب انتخابات ها در گذشته و حداقل چند ماه گذشته ما انتخابات پارلمانی را پشت سر گذاشتیم که متاسفانه بسیار تجربه خوبم نبود مم. چقدر صدمه میزند در میان جامعه جهانی و کشورهایی که حداقل به این مسائل باورمند هستند و ما را کمک میکنند بی حد زیاد شما ببینید در هر جامعه موضوع اعتماد مهمتر از هر چیزی دیگه است و انتخابات باید یکی از همون مکانیزم بوده باشد که اعتماد در جامعه ازدیاد پیدا بکنه متاسفانه جامعه ما مو بحران اعتماد به حد پایین رفته که هر قدمی مثبتی را که به اعتماد سازی گرفته شود ما باید از او تقدیر بکنیم و اما متاسفانه یک مکانیزمی که میتونه ای اعتماد ازدیاد زیاد ببخشه که ما در یکی دو ماه گذشته در اینجا تجربه کردیم من فکر نمی کنم یک ذره به اعتماد از ازدیاد اعتماد در این جامعه شده باشه این تاسف آور است ما میگیم اگر میخواییم مردم ما با حکومت ما امی بحرانی اعتمادی که در بین است ای را کمتر بسازن میتونه اما ازدیادی عدم اعتماد ما بین دولت افغانستان و حکومت افغانستان و همکارای خارجی ما کمتر بسازه وقتی که ما در جامعه بحران اعتماد ازدیاد ببخشیم چطور میتونیم ما بگوییم که این مکانیزمی دموکراسی به اصطلاح انتخابات میتونه اعتماد ممالک خارجی را که با ما همکاری کرده تا پولم پرداختن بری مصرفی امی امی انتخابات چطور نمیتونن بالای ما اعتماد زیادتر بکنن من فکر میکنم او اعتماد هم کمتر خواهد بود نه زیادتر از اولی از ما واقعا در افغانستان به یک بحران اعتماد فوق العاده زیاد گرفتار هستیم و از این بلا باید هر چی زودتر بتونیم خود خلاص یک مورد بسیار مهم در بحث انتخابات کاهش کمک‌های کشورهای کمک کننده برای افغانستان مشخصا در بحث انتخابات نسبت به انتخابات‌های گذشته در انتخابات پارلمانی بسیار اندک بود. فکر می‌کنید دلیلش هم عدم اعتماد و دستاوردن اعتماد اینها بوده؟ در هیچ شکی نیست. که اونا بالای طرز امی... انتخابات، اصول انتخابات، روش انتخابات، مدیریت از انتخابات شک دارند. هیچ بریزی که خود مردم شاکی هستند مردم افغانستان کسایی که در این لینای بسیار طولانی استاد شدند د آفتاب سوزان، در سرما، دا همه چیز در در افتاد سال گذشته نتیجه او چی بوده؟ انتخاباتی که تقلب در حقیقت چی کرن؟ تجربه کردن و نتیجه رأی افراد اشخاصی تبعی افغانستان نه شهروند افغانستان متاسفانه همین بوده کسایی ریکس بالایشان اعتماد ندارن سر قدرت باشن و هرچی که خواستن بکنن برای که قانون اساسی را که اونا برای خود ساختن و قانون اساسی برایشان هم حقوق میده که هر چی خواستن بکنن ای باعثی عدم اعتماد در جامعه شده و باعثی بحرانی اعتماد در جامعه شده و ما باید ریشه اصلی مشکلات هن. رویش کار بکنیم قسمی که استاد فرمودن بحرانی ما ممکن است بسیار زیاد ریشه نزدیک داشته باشه با فرهنگ سیاسی که ما به میراث بردیم از 140 سال گذشته در افغانستان و فرهنگ سیاسی را که این رژیم های از سال گذشته هم مستحکمتر ساختن ایوازیزی که او را تضعیف ببخشن و ایوازی از او یک بدیل بهتری فرهنگ سیاسی را در این کشور اه، 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 چی بکنن؟ زیادتر بسازن، بیشتر بسازن و مستحکم تر بسازن فرهنگ سیاسی که در افغانستان الان مشکل داره چه است؟ کدام موارد در فرهنگ سیاسی حاکم در افغانستان مشکل داره؟ با تفصیل نمیتونیم به اشاره کنیم ولی به اجمال ما میخوایم بگویم یک عنصر کلیدی در فرهنگ سیاسی افغانستان وجود داره که ای بسیار تاثیر مخرب خود را روی رفتار سیاسی نشان داده و او یک فرهنگ سلطانی هست و رای مردم حق شهروندی در اونجا جایگاه خاص نداره اگر ما رژیم را تغییر دادیم انتخابات آوردیم جمهوریت ایجاد کردیم انتخابات رئیس جمهوری ایجاد کردیم ولی رئیس جمهوری ما بر الگوی یک سلطان مطلق عمل میکنه و فرهنگ سیاسی تایید میکنه و جای که فرهنگ سیاسی در چارچوب های حقوقی ایجاد شده بخواهد که نقد کنه و بخواهد نقد دموکراتیک کنه تا حد زیادی رو تایید میکنه در نتیجه مرکز امتیاز مرکز اقتدار اونجا تعریف میشه و آدم ها شروع میکنند به طرفی مو مرکز جذب شدن به سلطان تقرب پیدا کردن این این بخش از فرهنگ سیاسی ما فرهنگ سلطانی هستند و سلطنت اصل اساسی در فرهنگ سیاسی هستند و این در رفتار حتی به افراد بیرون از قدرت در احزاب حتی تاثیر میگذاره به همین خاطر است که این احزاب ما هم متاثر از این فرهنگ سیاسی هستند و این تاثیر خود را بسیار گذاشته یک از چیزهایی که ما یک جای دیگه به مناسبت گفتیم که ما از کاتب هزاره به بعد که دوران حکومت عبیب کلکانی را نقد کرده است ما نقد اجتماعی نداریم و فرهنگ سیاسی افغانستان بسیار دست نخورده باقی مانده این بسیار باید به رحمانه نقد شود حالا بخش از ساختارهای معیوبیه که فرهنگ تایید میکنه تمرکز قدرت در یک قوم یکی از مشکلات سیاسی در افغانستان است ببینید به صورت عموم فرهنگ تمرکز گرایی از هر قوم هر کسی که به قدرت برسه این چی نیست یعنی منحصر به یک قوم یا به یک فرد نیست تمام افرادی که در کشور از هر قوم و از هر گروهی که در صدر قدرت قرار بگیرن یا در پایه های بالانتر یا زینای های بالاتر قدرت باشن فردگرا هستن و فردگرایی اصولی ام باز هم قسمی که استاد گفتن که سلطانی اما فرهنگی سیاسی سلطانی بودن در حقیقت فرد امو ریشه فردگرایی در کشور است که هر فرد باید خود را سلطان فکر بکنه و به اون شکل عمل بکنه پس از اولی از کسایی که در صدر قدرت قرار می گیرن خودشان در حقیقت قانون هستند قانون از توسط فرد و برای فرد ساخته شده در این کشور نه ای افراد به قانون تکیه بکنن و به اساس قانون عمل بکنن نه خودشان خود فکر میکنن که قانون هستن هر چیزی که اونا گفتن و هر چیزی که اونا کردن قانون است این یک مشکلی کلان است به زبان انگلیسی عموما میگن رول آف لا که یعنی قانون مداری قانون باید بالاتر از هر چیزی دیگه بوده باشه اما زدی از او چی است رولرز لا قوانینی که اما کسی که سر قدرت هست خودش می سازه یا خودش میگه یا خودش میکنه او قانون شمرده میشه نه قانون که روی کاغذ است. ما به این مشکل فرد، فردگرایی در حقیقت ما میگیم جزی اساسی امی فرهنگ سیاسی است که ما در او امروز قرار داریم و از این مشکل باز هم را گفتیم بدیلی داره بدیلش یه است که ما از فردگرایی و گرایی از فردگرایی به فکرگرایی از فردگرایی به ساختارگرایی خود تبدیل بکنیم امی, امی, فرهنگ سیاسی ما باید بدیلی داره و او بدیل ما باید قبول بکنیم و به اساس او ارزش ها مردم دعوت بکنیم که دور یک فکر جمع شوند نه دور یک فرد ما هنوز هم دور افراد میگردیم کی میتونه مشکل ما را حل بکنه نمیگیم که چطور ما میتونیم مشکل امروزی جامعه خود حل بکنیم سوالای ما باید فرق بکنه اگر ما بگیم چی کسی نه بلکه چی فکری چی عملی چی ارزشی چی روشی میتونه این مشکل گری مشکلات جامعه ما را جامعه سیاسی ما را حل بکنه ما اگر به اون شکل فکر کردیم احزاب میتونه به اساسی از او به میان بیاید ایوازی که ما بگیم کی رئیسی حزب است ما بگیم که همه حزب برای چی کار میکنه اجازه بدین که از آقای امیدی بپرسم ما چرا از فردگرایی به با ساختارگرایی بالاخره در افغانستان نرفتیم در 17 سال گذشته که بالاخره اندیشه ها هم اندکی نو شد و جوانان هم قد بلند کردن و تحصیل کردن و مختن چرا نشد بریم سوال شما برمیگرده که روندهای گذار را رو کی مدیریت کنه ما میخواستیم گذار کنیم همطور که استاد گفتند از فردگرایی به ارزشگرایی از مثلا تفکر شخص محور به ساختار ساختارها را تقویت کنیم انجام نشده سوالی است که این روند گذار گذار از فردگرایی به این وضعیت مطلوب را کی باید مدیریت کنه متولی به لحاظ تاریخی دولت هاست شما به عنوان فرد تاثیر خود دارید یک نهاد یک انجمن تاثیر خود داره ولی اون متولی جدی که میتن روانهای گذار را گذار به های دموکراتیک را مدیریت کنه گذار به توسعه را مدیریت کنه اونها دولت امکانات در دولت است قوانین در دولت است زنجیر زندان دولت در دولت است اون صلاحیت مجازات را داره هر کس که ما در افغانستان همه زمینه ها را فراهم کردیم ولی دولت هایی که اراده گذار داشته باشد در تایید سال گذشته نداشته دولت کرزی متاسفانه برغم تمام خوبی هایی که داشت اراده گذار به یک دوران ثبات و دموکراتیک را نداشت بیش از هر کسی دیگر شخص رئیس جمهور کرد ناقض قانون اساسی بود قانون اساسی را نقض کرد رئیس جمهوری بعدی او تشدید کرد شدیدتر کردن خود محوری و شخص محوری را بیش از حد تشدید کردند و این است که امو, امو جای یک صلاحیت داره صلاحیت قانونی داره و امکانات داره و کار انجام نمیده بقیه جامعه مدنی خیلی جامعه مدنی قدرتمند باشه که دولت ها را در افغانستان ما جامعه مدنی ضعیف داریم اپوزیسیون ضعیف داریم بعد مردم هنوز و فرهنگ سیاسی لازم خودشان دست به کار شو و کار کنند نه تازه نسل جدید که کمی تحصیل کرده اینها امکاناتشان بسیار کم اینا برای تغییر بسیار تغییر بدی به سالهای بعد باید نتیجه بده ولی اون تغییری که منظور نظر شماست که چرا ما گذر نکردیم متولی از دولت هاست ما ساختار لازم را کردیم وظایف دولت مشخص شد دولت موظف به توسعه جامعه مدنی دولت موظف به تقویت احزاب حزب در بخش وجایب ملی افغانستان در جزء وظیفه حقوق اولی هر شهروند افغانستان که خود حزب باشد ولی دولت ما رای احزاب را میگیره احزاب حق رای نداره پس بنابراین یگان مانع گذار به دموکراسی یگان مانع جدی یک دولت کرایی فاسدی هست که وابسته به مردم نیست وابسته به کمک های خارجی هست در نتیجه هیچ گونه مسئولیت پاسخگویی نداره منظور ما دولت موجود نیست کلی دولت های افغانستان از اونجایی که همیشه متکی هستند به عواید خارجی هیچ گونه و پاسخگویی نه در برابر فقر مردم مسئول است نه در برابر اعتیاد مسئول است و نه هم برایشان گذار بر روند های دموکراتیک مسئله هست به خاطر که خواستگاه این دولت چیز دیگه است بین در مورد نقش مردم هم صحبت کنیم نقش مردم چقدر در های دموکراتیک فعالانه بوده یا منفعلانه عمل کردن مردم افغانستان مردم افغانستان منفعلانه عمل کردن اون فرهنگ سیاسی که باشه بسیار قوی ببینید مردم به میانجه عمل میکنه مردم فقط اراده دموکراتیک زندگی کردن را داره ایرو ما در هر جای میبینیم ملت افغانستان از جهت از هیچ ملت جهان کمتر نیست حداقل در بین کشورهای اسلامی هیچ گونه اراده قهقرایی و واپسگرایی در بین مردم افغانستان وجود نداره ولی مردم به میانجی عمل میکنه به میانجی نهادها به میانجی سازمانها به میانجی جامعه مدنی عمل میکنه اینا ضعیفه وقتی که اینها ضعیف هستند نقش مردم خیلی برجسته نشده ما یک بار دیگر بگوییم که امکان گذار امکانات میخواد و بسترهای های حقوقی میخواد هم امکانات هم بسترهای حقوقی در دست دولت بود ما دولت را تاسیس کردیم که قرار بود فرایند گذار به توسعه و دموکراسی را هم او مدیریت کنه متاسفانه این دولت این کارا نکرد نه تنها نکرد که خودش تبدیل شده به مردم منفعلانه وقتی عمل کردند جدا از عوامل که آقای امیری بهش اشاره کرد دیگه چه عوامل باعث شد که مردم افغانستان نقش خودشان را در روندهای دموکراتیک به درستی ادا نکنند و در مورد هم شما دیدین که حتی اگر ابتدایی ترین مسئله شما بهش اشاره کنم حق رای خود با زور با فشار با پول با ده ها مورد دیگر سپردن به کسی این در چه سال گذشته خب پیش از چند سال گذشته هم ما رعیت بودیم عموماً جزی این فرهنگ سیاسیستانی که در او بزرگ میشندم بستر کلان شدن و مشکل شکل فکر میکنن باور بکنین من سال 1980 بود به پیشاور آمدم برای مطالعه از وضع جهاد اینا من به یکی از دفاتر احضاب خیلی کلانی که در وقت جهاد هم قدرتمند بودن پسان و قدرت آمدن اینا در آمدم دفتر از اینا فوراً بر ما چیزی را ایراد کرد که سالهای قبل ما در افغانستان دیده بودم. مثل که شما در یک دفتری چی در ولسوالی در این. ولس این؟ نی؟ اما مرزا قلم ها یا مثل از اونا کسایی در اون اداره شده بودن. ما یگانه چیزی را که در این کشور تجربه داریم اینمی تجربه حکومت های متمرکزی سلطنتی قدیم است. و مردم هم خود جزی رعیت فکر کردن در مکاتب هم ما چیزی که آموختیم تجربه ای که ما در زندگی داشتیم همه گیش بوده که ما به حکومت نگاه بکنیم کسایی که در حاکم هستن و قدرتمند هستند اونا باید مشکل ما را حل بکنه متاسفانه مردم ایرم درک میکنن که حکومت ها کلید حل مشکلشان نیست اونا در حقیقت اصل مشکلشان هست و از اون خدا، به ب... قدرتهای های موازی محلی زیادتر اتکا می که مشکلشان حل بکنند اما یک چیز دیگه که در چل سال گذشته واقع شدی بود که قبلا مردم اصلا یک خانه و کاشانه در یک ده یا یک محله یک جای داشتن تعدادی زیادی از اموطنهای ما در چل سال جنگ اونمو اتکایی را که اینا به خانه و کاشانه داشتن اما هم از دستشون رفت غربت بیشتر شد مردم از, هر جایی که بودن به اصطلاح در جای خود سنگینه است اینا که به چی خوردن؟ شور خوردن قدرتی را که داشتن او از دست دادن مردم بیچاره تر شده چرا مثلا یک تفنگدار یا یک کماندان با تفنگ ده نفری هر چیزی که داره میتونه یک وادی را سرش هر چی که خواست بقبولانه این شرایط ساخته و بافته یمی یعنی تجارب ما هست که حکومت ها یا قدرت هایی که در جامعه تاثیرگذار بودن سو استفاده کردن از قدرتشان و مردم بیچاره هستند نمیتونن در برابری قدرت ها استاده شوند ما میگیم که ممکن است در حال حاضر در, در پایتخت ما که جوان زیادی که از سنفی دوازده را فارغ شدن از دانشگاه ها فارغ شدن اینها اما قدرت تفکر را داشته باشند و قبول نکنند که رعیت باشند و بخواهند که شهروند شوند و برای شهروند شدن یک سلسله اقداماتی ضرور است که ما بگیم که ما نخبگان سیاسی آینده کشور میشیم و ما امی تحول سیاسی فرهنگ سیاسی را به عهده میگیریم و ما میتونیم اما ما قسمی که بازم استاد فرمودن حکومت و دولت در افغانستان قدامت داره در به میان آوردن تحول های مثبت اما در حکومت هایی که ما داشتیم خصوصا در 18 سال گذشته اول امی خواست خواستی تحول مثبت در جامعه از لحاظ سیاسی وجود نداشته و بیشترش هم ممکن جرأتش هم وجود نداشته یا خود خودخواهی خودکامگی چی بوده و اصطلا امو, امو سکه زمان بوده اینال ما واقعا به یک تحولی ضرورت داریم که امید ما نمیتونه که ای حکومتی کار بکنه برای ما این فکر میکنم در این مقته باید برای همگی واضح بوده باشه اگر ما انتظار بکشیم این بزرگوارایی که در هفته 18 سال گذشته قدرت داشتن بوده و مشکلات حل نکدن و جزی مشکل شدن در آینده اینا کلید, کلید مشکل کشای سیاسی افغانستان بوده باشن من فکر میکنم یک فکری غلط است از اون لحاظ ما ضرورت به وجود به میان آمدن به ظهور نخبگان دیگه سیاسی داریم که طرز تفکرشان فرق داشته باشه، طرز عملشان فرق داشته باشه، رویششان فرق و اصرار بکنند که کسایی که در قدرت هستند متوجه حل مشکلی جامعه ما شوند، نه ازدیاد مشکلی جامعه با توجه به وضعیت موجود در افغانستان به لحاظ سیاسی اقتصادی و دهات و شرایط دیگه ما رهبران ظهوری که بتونه آینده افغانستان را مدیریت بکنه بهش امیدوار شده میتونیم باید امیدوار باشیم به خاطر که چرای دیگه ای نداریم ما باید به این چیز امیدوار باشیم ولی باید به با مشکلات متوجه باشیم یعنی ما شاهد یک وضعیت هستیم که از یک طرف ظرفیت اجتماعی ما به طرف ظهور رهبران جدید میرود رهبرانی که بر اساس الگوهای گذشته و فرهنگ سیاسی گذشته عمل نکنه بلکه متاثر است در ارزش‌های جدید این ای یک ای ای روند ملموس و مشهوده توجه به اقتصاد توجه به تعلیم و تربیت کسب تجارب جدید همه چیز شهادت میدهد که ما به این طرف ماریم. ولی از اون طرف فرهنگ سیاسی میخواد خود رو باز تولید کنه ما یک مسئله کتا برای شما بزنم تقلب را مردم از کجا یاد گرفت حکومت به مردم یاد ده. تقلب در انتخابات را رای فروشی را مردم خودش بلد نبود مردم هر چیزی میخواست بفروشه ولی نمیفهمید که یک ورق کاغذ هم فروختنی هستند ایرا را این فرهنگ سیاسی به مردم یاد داد در نتیجه فرهنگ سیاسی ما کوشش میکنه که افراد مدیل خاص خود را تربیت بکنند افراد وفادار به فرهنگ سلطانی تربیت بکنند و چون امکانات در اینجا زیاد هستند حتی میخواد که آموزش و حوزه های خصوصی را اینا فتح بکنه امکان داره که ظهور چنین رهبرای های باشه ما میخوایم از اینجا نتیجه بگیریم که ما مجبور هستیم که چنین انسان های را تربیت کنیم به خاطر که آینده ما و نجات ما در گروی تولید رهبران جدید هستند که با های انسانی فکر کنه و با های انسانی جامعه مدیریت مشارکت سیاسی مردم در روندهای دموکراتیک انوس ترس از صد درصد صد درصد در بله ترس در است به خاطر که منافعی که حکومت ما برای خود تعریف کرده این حکومت های افغانستان در نم قرن اخیر با رفاه و سعادت عمومی یک نوع تضاد دارد و ما اشاره کنم استادم بلد هستم یک کسی که در تاریخ افغانستان یک کتاب جالبی نوشته کرده است اتفاقا در آمریکا ظهور افغانستان مدرن نقای گریگوریان یک نکته بسیار اساسی داره میگه دولت های افغانستان سلطنت های افغانستان سر یک دروی قرار گرفت درویی بقا یا پیشرفت ملت با کمال تاسف میگه اینها بقا را ترجیح داد به که اگر پیشرفت میشد دیگه این ساختار باقی نمی‌ماند. همین وضعیت تا کنون متاسفانه ادامه دارد. آقای شهرانی باز هم ما میریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری و مهم است که یک بار دیگر بالاخره دید جامعه جهانی و دید مردم افغانستان نسبت به انتخابات بسیار جدی خواهد بود در انتخابات ریاست جمهوری آیا ما با یک چونین ساختاری که در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان وجود داره و با چونین وضعیتی که در رهبری حکومت افغانستان بریم به انتخابات ریاست جمهوری لازم است یا ما از آغاز دوباره برگردیم؟ سوال بسیار مهم هم هست برای ای که در شرایط فعلی ما میشنیم که به اسلام و آوازه کوچه هاست نی؟ که ممکن است حکومت انتخابی برای آینده به تعویق بفته یا نباشه یا از یک حکومت گذاری دیگه یا حکومت انتقالی ارفا به میان میاید به من اگر ما به سنت هایی که فعلا در انتخابات وجود داره و تشکیلات و کیا چی میشن مثلا انتصاب میشن نه انتخاب دی ای کمیسیون ها و اینا با اگر به می حال روان باشه ما میبینیم که در هایی که از انتخاب که گذشت انتخابات پارلمانی ما اوقدر نمیتونیم امیدوار باشیم که انتخاباتی ریاست جمهوری بهتر بوده باشه حتی ممکن است بدتر از این شده بره از اون لحاظ ممکن است موضوع حکومتی انتقالی یا گذاری به یک شکل یا شکل دیگر یک بدیلی بهتر بوده باشد که نه تنها از مثلا صفر دوباره شروع بکنیم ما با یک مسئله دیگر که قبلا هم خدمتان ارز کردیم که اگر حکومت انتقالی به میان میایه با حکومت انتقالی که ای بلا را بالای ما در 17 سال گذشته تطبیق کرد چی فرق داشته باشد؟ و ما میگم که اگر به این شکل بوده باشه امی بزرگوارایی که فعلا مثلا دیشب به صورت کل و یک کمیسیون دیگر معرفی شدن که در گفتگو با طالبا و اینا بوده باشن اگر ایهتی امو امو حکومت انتخابی هم از امی انتقالی هم از امی بزرگوارا بوده باشه ما نمیتونیم امیدواری داشته باشیم که او فرقی را به میان بیاره از اون لحاظ پیشنهادی که من دارم شخصا فردا به حیث یک،, یک،, افغان و به عیسی یک انسان و یک کسی که در بالای افغانستان یک عمر تحقیقات و تحلیل و نوشتن به اصلاح چی داشتیم به تجربه داشتیم من میگم حکومت انتقالی اگر به میان میایه بیایه اما با, با دو سه تفاوت بسیار مهم یکی که هر کسی که در حکومت انتقالی حصه میگیره باید اقلا بر ده سال در حکومت بعدی که حکومت دوامدار بوده باشه حصه نداشته باشند تا در وقتی که اینها در حکومت انتقالی هستند به مفاد خود کار نکنند بلکه به مفاد ملت کار بکنند به بقای قدرت خودشان کار نکنن برای اینکه ده سال اقل اینا نمیتونن در, در حکومتی صد داشته باشن یا در انتخابات اینا در صدر بلند حکومت دومی که کسانی که در هفت سال گذشته رهبریتی کشور را به دست داشتن در مقامهای بسیار بالا کار کردن اما نتیجه کارشان مثبت نبوده از اونا خواهش بکنیم که لطفا شما در این حکومت انتقالی دیگر خود شامل نسازین اگر مشوره میتین از بیرون مشورت بتین اما در حکومت دست نداشته باشین بگذارین کسای دیگری که در این جامعه از طبقه جوان با دلسوزی به این کشور کار میکنن اونا بیاین در این حکومت انتقالی جایی بگیرن و بری مملکت ما کار بکنن نقطه سومی است که تمام این مسائل اگر رئیس جمهوری نوام انتخاب شوه هدف اساسی تعدیل قانون اساسی باید بوده باشه اگر حکومت انتقالی هم به میان می آید هدف عمده و مهمش باید تغییر نظام تغییر اداره در قانون اساسی بوده باشه از اون لحاظ ما میگم که مهمتر هی است که یک کمیسیونی فعلا تشکیل شود که بالای احتمال تعدیل قانون اساسی از امیال کار شروع بکنن چی در نظام ما تغییر بخوره تا بتونیم ما یک نظام بهتر و مفیدتر و یعنی کاراتر برای خدمت به مردم داشته باشیم من میشنم که کانفرانسی در, ای در آینده چند روزی آینده در, دهلی روی امی موضوع احتمال تعدیل قانون اساسی برگزار میشه توسطی محسی مکس پلانک از جرمنی تمویل شده اما کسی راجی به قدر معلوماتی نداره من با برابر با یکی از دوستا شدم که در اونجا ایستا داشتن و من خوش شدم که همونطور یک چیزی یک بحثی شروع شده اون بحث ما باید شدیدا در داخل کشور داشته باشیم و بالای احتمال نه بلکه واقعا تعدیل قانون اساسی خصوصا در شکل اداره و نظام کار شود روش من میگم اگر ما با سه اصل یک حکومتی بدیل یا یک حکومتی انتخابی را در نظر داشته باشیم روی از اینا اینا رو در نظر بگیریم و کار بکنیم یک امیدواری کوچکی یک روزنه پیدا میشه برای احتمال حل مشکل سیاسی امروزی ما در غیر از او اگر امی, د... امی دیکو و امی کاسه و امی آش و امی کاسه باشه من فکر نمی کنم ما تحولی امیدوار شده بتونیم در آینده نزدیک آقای امیدی ما انتخابات امت و فلج و ناقص را باز هم نیاز است تجربه کنیم مثل که چندین انتخابات گذشته را تجربه کردیم زیاد امیدوار کننده نبود ارچان ما هر انتخابات نسبت به دیگر بدتر شده رفتیم یا این که ترهایی را که امریکایی ها دارن بالاخره بحث حکومت موقت و اینا عملی شود عقب گرد است به گذشته بستگی داره به که این دوراها نیست ای دو نیست که اتمن ملت افغانستان یا انتخابات فاسد و فاسدتر از گذشته رو تجربه کنه یا برگرده به نقطه آغاز و شروع کنه از مثلا حکومت انتقالی و موقت و اینها و بدل های بسیار زیاد وجود داره بحث اینجا هسته که اگر احزاب سیاسی جامعه مدنی و مردم افغانستان فشار لازم را بر دولت ها وارد کند تا انتخابات سالم برگزار کنه ما میتونیم پنج تا معیار وضع کنیم اگر به طرف انتخابات بریم که انتخابات ما نسبت به گذشته بهتر باشه و اگر اینی ها نبود پیامت های مشخص جزایی برای متولیان انتخابات در نظر گرفته شود ما همه کس در افغانستان محاکمه میکنیم چرا کسایی که سرنوشت یک ملت را به خاک خون کشته اونا محاکمه نشه این نیست که این طرف یا حتما یکی از این دو را باشد ولی اگر قرار باشد که ما بخوایم روند های گذشته اصلاح کنیم یا برگردیم به چی من یک نکته میخواستم اضافه کنم که تنها بحث ما بحث ساختار نیست ما فعلا گروه های مختلف داریم از جمله طالبان و اینها که از لحاظ ارزش ها با ما اشتراک نظر نداره اگر اونها ارزش های قانون اساسی را مورد تعرض قرار داد آزادی بیان حقوق زنان حق مشارکت سیاسی درست اینا تطبیق نشده ولی به حیثیت یک ارزش و اصل قانون اساسی در قانون تسجیل شده اگر اینا را مورد اون گروه هایی که میتونه از اینا دفاع کنه کی هسته به خاطر است که تغییرات بسیار کلان تغییرات کلان ساختاری چی بسا که به ضرر باشد به او خاطر است که راه اصلاح مشخص راه اصلاح بیشتر و کم هزینه است که با معیارهای مشخصی را مثلا ثبت ما خود نماینده کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بودم. ما به پیشنهادهای مشخص را انجام دادیم در یک جلسه رئیس جمهور بودند ما این رئیس جمهور بودند رئیس جرایه بودند ما این رئیس جمهور گفت این جامعه مطالعه در نظام تحق... انتخاباتی افغانستان هسته ولی دولت افغانستان این بوسید یا نبوسید ترتیب کنار گذاشت یک ماده در عمل نکرد ما, ما تجربه های زیاد داریم پیش از در پارلمان افغانستان یک بار نظام انتخاباتی مطالعه شده همه اینها میتونه دولت را کمک کنه که کار کنه ولی چیزی که ثابت شده که دولت ما اراده اصلاحات نداره و اینجاست که باید مردم و احزاب سیاسی و جامعه مدنی جدی تر وارد میدان جد. بسیار کوتاه در یک جمله وقتی ما به خاطر سال انتخابات را کنار بگذاریم کار درست است جوابش یک جمله نیست جواب شک جون نیست باید روند صلح خیلی مبهم است و این باید واضح شود دولت در مورد شفافیت نداده ارن مصالحه به زیان ملت به زیان ارزش های قانون اساسی ما را قرن ها به عقب میبرد دوچار خوشبینی نباشیم صلح خوب است ولی ارزش های انسانی است که زندگی را تامین میکنه صلح مسلح صلح جهنمی که همه در یک جهنم باشد که حرف نزنه این ارزش نداره به خاطر جوابش چینی است باید ابهامای روند صلح زدوده شود باید تضمین بده دولت به مردم تضمین بده مطمئن بسازه که ارزش های دموکراتیک محفوظ بمانند البته صحبت های اخیر رئیس جمهور یک ذره از ها را ها را داشت ولی از اونجایی که حرفای مقامات عالی زود تغییر میکنه تا که جامعه مطمئن نشده ریسک روند صلح از جنگ ممکن که بیشتر شود آقای شهرانی از شما هم میپرسم بسیار کوتا سال یا انتخابات ما نمیخواییم که این دو تا یگانه امکاناتی برای قاینده ما باشه به هیچ صورت نه ما طرفدار سال هستیم سالی که عادلانه بوده باشه صلح که به ارزش های واقعی جامعه ما جوابگو بوده باشه صلحی که بتانه جامعه ما را یک قدم پیشتر ببره نه عقب هم ما قسم گفتن صلح زندان سل... زندان ها بهترین جای صلح هست آرامش کلی ت... ت... در زندان ها وجود داره اما صلح آ... آرام... هست اما آرامش نیست ما میگیم ما باید به او را نرویم انتخابات بله انتخاباتی که شفاف بوده باشه انتخابات بله که جوابگوی بازم اما مشکل اساسی بهبود نظام بهبودی داره در کشور بوده باشه طرف دارش هستیم اما همه امکانات باید سنجیده شوه و رویش کار شود و جرعتی عمل وجود داشته باشه و هم به اصطلاح ما خواسته عمل وجود داشته باشه قسم گفتن در نظام های فعلی اصلا اما هدف وجود نداره ممنون حضور شما مهمانان در این بس و ممنون شما که این برنامه رای شما را دنبال کردین وقتتان خوش خدا نگهدار